زیبا میگه مولانا، میگه آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضای دوست نیست. عزیزان اگر خودمون سیر خوردیم و بی خیال گرسنگان جامعه سر به بالین گذاشتیم، نه تنها به مسلمانی خودمون با شک کنیم، باید به انسانیت خودمون شک کنیم. نمیتونه یه انسان کاملی باشه، ببینه دردهای جامعه رو، ببینه رنجهای هم نوعانش رو، ببینه که دیگران دارن با چه سختی های دست و پنجه نرم میکنن، اون به کنج عافیت خودش نشسته و فقط دنبال منافع فردی و شخصی خودش هست. این نمیتونه اون انسان کامل یا اون انسان آرمانی باشه که دین میخواد از او بسازه. انسان کامل یعنی همین، یعنی کسی که چه؟ انقدری که دیگران براش مهمه، حتی دیگران رو بر خودش ترجیح میده. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. نبی ما اینطور انسانهای کاملی رو ساخت. حالا شعار انسان کامل زیاده، پوسترها، بنرها، انواع سایتها، انواع منبر و تریبونها، همه دارن میگن روانشناس، جامعه شناس، تو هر دین و کیش دارن صحبت میکنن انسان کامل اینه. ولی انسانهای کامل رو فقط ما تو کلمات و جملات ببینیم. وقتی بهشون بگیم کون الگوی عملیتون، این حرفاتون و انسان کامل ساخته، ببینمش نیست. همین مولانا میگه انسان مارزوست. شعار آدمیت و انسانیت زیاده، جار زدن و فریاد زدن این انسان کامل زیاده، ولی کجاست این انسان کامل؟ کجا باید ببینیم اینو؟ این گمشده این عصره، این اون چیزیه که بشر قبل از این که دنبال هر چی که گم کرده و میخواد پیدا کنه و هر چه فکر میکنه اون ارزش داره، از همه بالاتر اینه که انسان تلاش کنه اون انسانیت رو به معنای واقعی پیدا کنه و در خودش زنده کنه. و نمیتونه انسان از خودش یه انسان کامل بسازه مگر از اون الگو و اسوه‌ای که تو کمال بشری خدا به ما معرفی کرده از او تبعیت کنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. معیار بشریت خالی از هر نوع افراط و تفریط، هر چه خودتو بتونی با این اسوه، با این الگو نزدیک کنی، در حقیقت تونستی خودتو به انسانیت نزدیک کنی، تونستی از افراطها و تفریطهایی که تو مسیریه ساختن یک انسان کامل هست خودتو حفظ کنی. گاهی وقتا هست ما میخواییم از خودمون انسان کامل بسازیم، اما با عقلانیت خودمون صرفاً با تکیه به اون داشته های ذهنی خودمون میریم دنبال انسانیت، بعد نگاه میکنیم تهش میبینیم توی مسیر انسانیت یا افراط شد یا تفریط شد.